آره، بحث بیشتر در این مورد همراه میشویم با بانو آصفه سنگزی، رئیس دفتر حمایت از مهاجران در ایران که روی خط اسکای با ما وصل هستند. بانو سنگزی، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام و درود بر شما، خیلی ممنونم از دعوت خوبتان. بسیار تشکر. از اینجا آغاز بکنیم که در یک ماه گذشته 50,000 پناهجوی افغانستان دوباره به افغانستان برگشتانده شدند. فکر میکنین که علتش در چیست؟ بله، خب حقیقتا با تغییرات ساختاری در نظام افغانستان این موضوع باعث شد که مهاجرین خیلی زیادی به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کنند. و اینکه خب همون قسم که اطلاع داریم مهاجرین در ایران میشه گفت حضورشون از 40 سال قبل هستش و یک طرح سرشماری شروع شد که بر اساس آمارهای ثبت شده در او بازه دو ماه حدود 2,300,000 مهاجر در او ثبت شد و مهاجرین که سابق بودن اینا هم مجموعتا میشه گفت 4,000,000 مهاجر در حال حاضر در ایران زندگی میکنن. و اما اینکه چرا اخراج های اجباری در وقت بیشتر شده، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه همون طرح سرشماری برای مهاجرین فاقد مدرک در اون بازه دوهایی شروع کرد، اعلام کرد کسانی که اگر در این بازه این برگه ها رو گرفتن که از اخراج اجباری در امان هستن، ولی اگر کسی که نگرفتن اینا دوباره افراد فاقد مدرک شناسایی میشن و اینا اخراج خواهند شد. بنابراین کسانی که اخراج میشن کسانی هستن که فاقدین مدارک شناسایی هستن، مدارک هویتی به نام برگه های سرشماری هستن. و اینکه به دلایلش اگر نگاه کنیم فکر میکنم برمیگرده به زیرساختهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران که در واقع ظرفیت پذیرش نداره. فکر میکنم این مسئله یعنی بیشتر دلیلی هست که میشه گفت چرا ایران ظرفیت نداره. بانو سرنگزی، شما گفتین که بیشتر از اینا فاقد مدارک شناسنامه هستن. اینجا میلیون ها افغان در آنجا زندگی میکنن. نا فکر میکنین که برنامه دولت همین هست که آنانی که مدارک شناسایی ندارن همه را اخراج میکنن، همین روند در جریان هست؟ خب نگاه کنین، من گفتم از 4,000,000 مهاجری که دارای مدارک شناسایی هستن که در کتگوری های پاسپورت، کارت پناهندگی یا آمایش برگه حمایت تحصیلی و برگه سرشماری قرار میگیرن، اینا هم 4,000,000 هستن که اخراج نمیکن. حدود 300,000 تا 500,000 مهاجری که فاقد مدرک هستن، یعنی در اون طرحهای سرشماری و در واقع طرحهایی که اینا ثبت مدرک رو شرکت نکردن، اینها را افرادی در واقع میدانن که غیر مجازین هستن در ایران، بنابراین اینا را در واقع اخراج اجباری میکنن. و اینکه در واقع عکس العمل یا در واقع عمل کرده دولت جمهوری اسلامی ایران چی هستش، برمیگرده به اینکه کدام مدرک شناسایی دارن. بر اساس مدارک شناساییش هم میشه گفت از امتیازات برخوردار هستن و کسایی که ندارن طبعا فعلا برنامه برای ساماندهیشان نیست و اینا رو در واقع اخراج. خب بانو سنگزی، همزمان این روند چند کشور جریان داشته، در تاجیکستان هم مشابه، در ترکیه هم عین چیز، حالا در ایران فکر میکنین که این روند در این کشورها هم به چه دلیل میتونه باشه؟ همه مدارک شناسنامه است، عدم داشتن شناسنامه، یا هم علت یا هم برنامه سیاسی هم داره در پشت این مسائل نقش خود بازی میکنه؟ خب حالا اگر به صورت منطقی نگاه کنیم هر کشوری معمولا به منافع خودش اگر کاری داره انجام میده، اگر سیاستی رو داره میکنه به منافع خودش نگاه میکنه، چه کشور ایران باشه، چه ترکیه باشه، چه پاکستان باشه، چه تاجیکستان، هر جایی که باشه. بنابراین زمانی که یک کشور میبینه که مثلا ما ظرفیت ما مثلا این هست که در ایران فرضا 4,000,000 مهاجر ما جای دادیم، مدارک بهشون دادیم، اخراج هم نمیکنیم، بیشتر از اون رو نمیتونیم، بنابراین به منافع ما نیست که ما بیشتر از این در واقع اینجا جای بدیم یا سکونت کنم، برای اینا رو اخراج کنم. در کشور تاجیکستان اینا هم همین قضیه هستش. البته که مسائل دیگه هم هست، یعنی فقط بود ظرفیت های اقتصادی رو یعنی یک از بخش هایش هست، زیر ساخت های فرهنگی میتونه در این زمینه دخیل باشه، مسائل سیاسی هم میتونه در این موضوع دخیل باشه و کلا برمیگرده به این که اون کشور منافعش در چی هست، یعنی بر اساس منافعش هم کشورها عمل میکنن و حالا میپذیرن یا اخراج میکنن، اینا کلش ساختارشان خب. به منافع کشوری کشور برمیگرده. خب حالا در رابطه با تحولات اخیر در منطقه مگر بگین که چی نقش در این روند بازی میکنه؟ جنگ در اوکراین، فشارهای اقتصادی و همچنان تحولات اخیری که در منطقه صورت میگیره، فکر میکنین چقدر نقش داره در این مسائل؟ طبعا تاثیرات خودش داره، منتها بحثی که در اینجا هستش یکی همکاری هایی هست که دولت میزبان داره انجام میده، مثلا در ایران تا
خود کشور جمهوری اسلامی ایران در واقع میشه گفت امکاناتی که در اختیار قرار میده یک بخش اصلی که جامعه هست، جامعه بین الملل، که اونها واقعا ناکام هستند در بخش حمایت از مهاجرین، هیچ نوع نگاه خاصی ندارن و در واقع شاید بگم که توجهشان روی فرعیات شده. منظورم این هستش که مهاجرینی که در ایران هستن خب واقعا در شرایطی مشکلات خودشان دارن، یا همه خصوصا در تاجیکستان و در ترکیه و اقتصادان، ولی یک بحثش این هستش که مثلا در کشور ایران با توجه به تحریم‌های اقتصادی و ویزاهای اقتصادی که دارن، فکر می‌کنم یک مثال کمک‌های بشردوستانه که به ایران میشه بُعد سیاسی گرفته، یعنی که به جای که خدمات بشری به مهاجرین در اینجا در واقع ارائه بشه، بخاطر که مهاجرین در اینجا نیازمند هستش، بنا به اینکه ایران تحت تحریم‌های سیاسی و ویزاهای اقتصادی هستن، به این زمینه اینا کمک‌های خاصی رو به یعنی به کشور ایران نمی‌کنن که اونا برای مهاجرین انجام بدن. یک بخش همین موضوع هستش که در واقع واقعاً یعنی توجهی که باید صورت بگیره توجه صورت نمی‌گیره، و بحث‌های جنگ اوکراین و مسائل دیگه‌ای که هستش یک باعث شده که توجه‌ها به اون سمت بره، یعنی شاید بگم کمک‌های بشردوستانه بیشتر به اون سمت بره، چنانچه که ما خبر داریم مثلا در خود کشورهای اروپایی زمانی که دارن یعنی مهاجرین که از افغانستان از کشورهای دیگه جنگ زده رفتن، رفتارهای تعصب گرایانه با اونها میشه نسبت به مهاجرینی که از اوکراین رفتن، یعنی تفاوت‌های رو دیگه خیلی قائل شدن که با هر خشم عمومی مهاجرین برانگیخته، بنابراین اونها خیلی مسائل تاثیرات داره، بحث مسائل منطقی، اما مجموعتا این موضوع میتره که بخش مهاجرین باید به صورت بشر دوستانه نگاه کرد، نه به بخش بُعد سیاسی یا فقط به بُعد اقتصادی. درست. حالا یک مسئله دیگری هم هست، گفته میشه گمانه‌زنی ها بر این است که عدم احیای برجام هم تأثیر بر روند این مسائل داشته، یعنی که ایران نتونسته کنار بیاید به این موضوعات، و همچنان حالا ای که ایران خودش موضوعات با مشکلات اقتصادی روبرو هست داره چنان تلاش میکنه تا ای که با خروج از این افراد بتونه به نحو اوضاع را کنترل بکند، تا چه اندازه درست است این مسئله؟ طبعا تاثیرات خیلی زیادی این موضوع داره، چون که زمانی که مثلا حدود 80 میلیون جمعیت ایرانی که در اینجا هستن در بازار اشتغال مشکل داشته باشن، تورم در این کشور در سطح بالایی باشه، خب طبعا اولویت شهروندان خود اون کشور هستن، بنابراین توجه ها در بُعد دوم میفته برای شهروندان که از کشور دیگه مثلا افغانستان به ایران آمدن، پس این موضوع کاملا تاثیرات زیادی روی بخش سیاست گذاری هایی که برای مهاجرین در ایران انجام، اما با این حال دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس امکاناتی که داشته کوشش کرده که همکاری انجام بده، ولی خب خیلی مسائل دیگه هم در این زمینه در واقع دخیل هست. خب حالا شما گفتین درست ای که منافع کشورها هست، حالا بیشتر از خشونت ها در برابر پناهجویان افغان هم گزارش هایی شدن در این رابطه، کنوانسیون های بین المللی چی میگن، باید چگونه باید باشه رفتار های مرزبانان؟ خب یک موضوع دیگه باید اول اشاره کنم، بحث حالا در واقع مهاجرینی که حالا به ایران میان، به ترکیه، به تاجیکستان، این فقط بحث یعنی خشونت رفتاری فقط در این کشورها نیست، من یک مثال ساده دیگه شما مثلا میذارم، مثلا کسانی که به کشور استرالیا میرن، اینا رو قبل که در استرالیا برن در یک جزیره دیگه که حالت شبیه زندان است، آن مهاجرین دیگه نگه داره میکنه، یک رفتار خشونت آمیز دیگه است، یا حتی مثلا در همین چند ماه قبل بودش یک سری از مهاجرین میخواستن، البته افغانان خب مهاجرین دیگه بودن، میخواستن در واقع از راه مراکش به طرف اسپانیا این طرفا برن، اینا هم در یک در واقع میشه گفت دست جمعی اینا کشته شدن، یا هم قسم در واقع میشه گفت جاهای دیگه که ما اصلا خیلی توقعات بیشتر ازش داریم و همیشه الگو خودشان قرار میدن، مثلا کشور آمریکا دیواری ساخته بین حالا مکزیک و اینکه به آمریکا کسی که میان از دیوار باید این در حال ساخت قضیه هستن، برای این قضیه فقط بود این قسمت ایران و افغانستان یا ترکیه و تاجیکستان نداره، یک بود جهانی هستش این موضوعی که خب به خاطر بود جهانی حالا قوانین جهانی هم وجود داره که باید از رفتار خشونت آمیز در برابر از اونها جلوگیری شود، چی زمان فکر میکنین که مسائل تحقق مییابد؟
دقیقا 100% این موضوع به این معنی نیست که در واقع بی‌توجهی نیست محافظه میشه و اما اینجا کی بیشتر در واقع مسئول هست؟ جامعه بشری اولین کسانی هستن که در این زمینه بسیار باید دخیل باشن و باید بیشتر همکاری کنن و برای حل از این موضوع فقط و فقط یک کشور نمیتونه در واقع حل یعنی حل کنه اون مسائل و مشکلات. مثلا اینکه فقط کشور ترکیه این کار رو کنه به تنهایی نیست، یعنی باید کشورهای بیشتری با هم دست در دست هم بدن و از طرف دیگه سازمانهای بین المللی جامعه بین الملل باید بیشتر به این زمینه توجه کنه. یعنی موضوع زیرساختی و ریشه‌ای هست که فقط با یک کشور نمیشه اون مسئله رو حل کرد. هر چند تاثیرات مثبت در حدش داره ولی برای اینکه مسئله از ریشه حل بشه باید یعنی همه کشورها در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار بدن مسئله را. از سوی دیگر کنوانسیون های بین المللی در زمینه از اینکه زمانی که یک مهاجر اگر به شکل یک پناهنده داره میره، چون فرق داره پناهنده و مهاجر دو چیز متفاوت هستن. پناهنده کسی است که بر اساس مسائل و مشکلات امنیتی به کشور دیگه داره یعنی پناهنده میشه وارد میشه که نمیتونه واقعا به کشور خودش برگرده، ولی مهاجر تفاوتش این هستش که بنا به مشکلات اقتصادی داره میره، یعنی مسائل امنیتی در اون موضوع دخیل نیست و کنوانسیون ها نسبت به یعنی یک مهاجر و پناهنده دو چیز متفاوت هست. نسبت به پناهنده طبعا کسی حق نداره کشور خود برگردانه، ولی نسبت به مهاجر چرا میتونه پالیسی چی باشه که به کشور خود دوباره اخراج کنه. خب حالا می خوام در رابطه با در روند خروج مهاجران افغان بپرسمی که این روند نسبت به گذشته چقدر سرعت بخشه به خصوص در چند وقت اخیر؟ خب بعد از یعنی در واقع از بازی که بهتون اشاره کردم از ماه سور تا نه ماه سرطان کسایی که برگه‌های سرشماری را گرفتن و فاقد مدرک بودن خودشان ثبت کردن، خب اینا در امان هستن، ولی با این وجود بعضی گزارش ها رسیده که حتی با داشتن یعنی مدرک موبتی هم اینا رو اخراج شده، ولی دقیقا از جزئیاتش من اطلاع ندارم که چرا با داشتن چنین مدارکی هنوز هم اینا رو اخراج کرده. البته یک از دلایلش یعنی گمان زنی ها برآن است که احتمالا کسایی که حتی با داشتن برگه های سرشماری باز هم اخراج شدن به خاطر از اینکه مثلا اون برگه از یک شهر گرفتن، مثلا شهری به نام کرمان گرفتن، ولی در شهر دیگه رفتن مثلا در تهران سکونت کردن. بنابراین کسی که این برگر از کرمان گرفته شده یه شهر رفته باشه اینا رو اخراج میکنن، یه قضیهش این میتونه باشه، ولی عمدتا فکر میکنم اخراج ها البته با توجه به اینکه گفتم 2,300,000 مهاجری که فاقد مدرک بودن حالا صاحبان برگه های سرشماری هستن که از اخراج میشه گفت به صورت حالا بیشتر در امان هستن، نمیگم 100%، به صورت بیشتر در امان هستن. منتها کسایی که گفتم بین 300 تا 500,000 مهاجر که فاقد مدرک هستن که در این بازه نبودن در ایران یا به هر دلیلی برگه ها رو نگرفتن اینا در حال اخراج هستن و اتفاقا بر اساس میشه گفت چیزهایی که در واقع دستورالعمل های جدیدی که دولت جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده حتی از اگر کسانی که اینا رو در سر کار به وظیفه بگیره با اونا برخورد قانونی خواهد شد، یعنی جریمه شاملشان میشه یا حتی زندان. خب حالا شما مدیریت یک نهاد حمایت از پناهجویان را بر دوش دارین، این مسئولیت بگین که در طی مدتی که شما فعالیت میکنین چه کارهایی به خاطر مهاجران افغان در آنجا انجام دادین؟ خب ببینیم نهاد ما در واقع یک پل ارتباطی هست بین مردم و بین نهادهای مربوطه که میتونه سازمانهای بین المللی باشه، میتونه اداره مهاجرین باشه و حتی سفارت و بخشایی که در واقع مربوط یعنی کار مهاجرین با اونها مرتبط هستش. ما در بخش های حقوقی، در بخش های اقتصادی، در بخش های فرهنگی، ورزشی، همچنین زنان و مسائلی که مربوط مشکلات مهاجرین میشه، آن چیزی که مربوط مهاجرین میشه در توان ما بوده، ما کوشش کردیم که اینا رو با نهادهای مربوطه برسانیم، یا اینکه مهاجرینی که مثلا تازه از افغانستان آمدن یا قبلا در اینجا بودن با مسائل و مشکلات مثلا بیماری های خاص مواجه بودن اینا رو ما با سازمان های بین المللی در واقع مرتبط ساختیم و کمک های مالی باشون انجام شده. همچنین در بخش آگاهی دهی برای کسانی که حالا جدیدا مثلا از افغانستان آمدن یا در اینکه مهاجر هستن با مشکلات مواجه هستن با اینا همکاری کردیم، چه در بخش حقوقی چه در بخش های در واقع میشه گفت اقتصادی، روانشناسی، زنان و همه مسائلی که در واقع مرتبط با مهاجر میشن. بنابراین ما یک پل ارتباطی هستیم بین مهاجرین و سازمان هایی که در واقع میشه گفت مربوطه هست در این بخش. خب حالا شما چقدر تونستین که با مشکلات ای پناهجویان رسیدگی بکنین؟
طبعا ببینید در ایران حدود 4 میلیون مهاجر کاملا ثبت شده رسمی هستند. ما در مجموع یک سفارت داریم و دو تا کنسولگری، یک در واقع از طرف دولت ایران هم یک در یعنی زیر نظر وزارت کشور اداره اتباعی هست، از طرف دیگه سازمان های بین المللی مثل یونسکو و انارسی هست، یعنی یک سازمان های اینچنینی هست که حتی اینها هم در واقع کافی نیستن برای خدمات رسانی. ما که یک در واقع مرکزی هستیم که داریم میشه گفت پل ارتباطی بین مردم و این سازمان ها هستیم، کوشش کردیم در اون حد توانی که بتانیم انجام بدیم انجام دهیم. منتها واقعیتش بر اساس جمعیت زیادی که از مهاجرین هست و کمبود امکانات که در اینجا هستش، واقعا میشه گفت که هنوز باید خیلی کار بشه، هنوز واقعا نمیشه گفت که بر اساس این جمعیت و این امکانات بتانیم پاسخگوی این همه جواب ها باشه. خب بسیار خب بانو استان اگزایی میخوایم بپرسیم که آیا شما با حکومت سرپرست اینجا در افغانستان در تماس هستین، حداقل با وزارت مهاجرین مشکلات مهاجرین افغان که در ایران هست رو در میان گذاشتین؟ اگر گذاشتین پاس خواستن چی بوده؟ بله ما مستقیما با وزارت مهاجرین در تماس هستیم، با سفارت افغانستان در تهران و با کنسولگری افغانستان در زاهدان، مخصوصا با بخش آتشی مهاجرین ما در تماس هستیم و مشکلاتی که مربوط به مهاجرینی که در ایران میشن همچنین با اونا شریک ساختیم و خوشبختانه تا جایی که امکان همکاری بوده همیشه با ما همکاری کردن. منتها خصوصا که در ابتدای صحبت ما اشاره کردم تعداد مهاجرین فوق العاده زیاد هستش، ولی مشکلاتی که در اینجا هستش بسیار بیشتر، یعنی زیادتر از امکانات و پاسخگویی هایی است که میشه. از سوی دیگر مهاجرین یکی از مشکلات خیلی عمده و اساسی که دیگه دارن که واقعا باید دولت جمهوری اسلامی، البته دولت امارات اسلامی افغانستان این زمینه بیشتر توجه کنن، بخش در واقع توزیع و صدور پاسپورت الکترونیکی در ایران هست و همچنین توزیع تذکرهای الکترونیکی. با در واقع که با مصدوم شدن این مراکز مهاجرین با فوق العاده مشکلات زیادی در اینجا مواجه هستند، از یک محصلی که میخواد به دانشگاه بره مشکلات داره تا یک مریضی که در واقع شاید جانش در خطر باشه و واقعا نیاز به پاسپورت داشته باشه یا به هر دلیلی که در واقع اینا باشن. و از طرف دیگه بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میشه گفت دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت سابق افغانستان بسته بود، قرار بود بعد از اینکه مهاجرین در اینجا کلا همگی تذکره الکترونیکیشون رو دریافت کنن بتونن درخواست پاسپورت بدن و بعدا بتونن دولت ایران به اینا در پاسپورتشان حالا یه به شکل ویزای کاری یا اقامت کاری یک چیزی به این شکل در واقع با اینا همکاری کنن تا این بخش مشکل در واقع عدم داشتن مدرک هویتی در ایران برای مهاجرین فاقد مدرک حل بشه. متاسفانه با کار آمدن حکومت جدید این موضوع کلا میشه گفت کنسل شده و مهاجرین که در اینجا هستن واقعا رنج بسیاری میبرن، از اینکه اینجا نمیتونن پاسپورت داشته باشن، نمیتونن تذکره داشته باشن و هر روز مشکلاتشان در واقع چالش میشه. چه مثلا مهاجرین بسیار زیادی که محصل در اینجا هستن از حق تحصیل بعضا در واقع میشه گفت مانع شده این مسئله براشون. آیا شما با نهادهای ایرانی هم در تماس هستین و در رابطه با خشونت‌های اخیری که در مرزها صورت میگیرن و با مهاجرانی که صورت میگیره، حداقل نهاد شما کدام روی کرد روی دست دارن یا آنها نهادهایی که هستن تا حداقل این مسائل توقف پیدا بکنه؟ بله کاملا ما با نهادهایی که مربوط به مهاجرین در ایران میشه که اما کسی که اشاره کردم اداره اتباع یکی از نقشایش هستش، ما ارتباطات داریم همراهشان و همکاری باشون داریم. منتها بحثی که در موضوع در واقع میشه گفت سر مرزها اتفاق میفته، خب مهاجرین اصلا ریشه از این نگاه کنیم که چرا یک مهاجر حاضر است جانش در کف دست بگیره و بیاید به کشور ایران. یکی از مسائلش بود اقتصادی هست که مهاجر بنا به مشکلات اقتصادی داره به اینکه میاد، بنابراین یک سری راحل های از اینا زیرساختی هست، یعنی چطور بشه گفت، یعنی که مهاجرینی که قرار هست به ایران بیاین اینا باید مشکلشان در داخل افغانستان حل بشه، مشکل کار در واقع اینا دارن، یک قضیهش این هست. و از سوی دیگر زمانی که ما با در واقع میشه گفت همین نهادهای ایرانی که اداره اتباع میشه گفت اداره اتباع مهاجرین، ما چند تا طرح واسه شریک ساختیم. یکی از طرح ایجاد کمپ هایی بود برای مهاجرینی که فاقد مدرک هستن، حداقل در اینجا در واقع وقتی دیگه میرسن اینا در اینجا سماندهی بشن. اونتا با طرح موافقت صورت نگرفت و این قضیه خب ما میشه گفتش یک سری، یعنی اگر فکر میکنم این طرح باش موافقت صورت میگرفت یک سری از مشکلات خیلی زیاد حل میشد. مثلا اینکه
مسائل امنیتی برای ایران پیش آمده. حالا بر اساسی که تعدادی از مهاجرینی که از افغانستان به ایران آمدن در اینجا یک سری مشکلات خلق کردن، بیشتر لازم نمیدارم در موردش بیشتر توضیح بدم، ولی واقعتا برای خود کشور ایران هم یک سری عناصر نامطلوب بودن. بنابراین ایران هم در این زمینه بسیار سختگیرانه عمل میکنه که یک کسی که فاقد مدرک هستش اینا نباید بیان، چون همون مسائل و مشکلات امنیتی که برای ایران ایجاد کرده خب برای مردم ایران اگر درست اگر این توافق صورت نگیره فکر میکنین چی روی کارت‌های دیگر باید روی دست گرفت تا حداقل از این خشونت‌هایی که صورت میگیره و مشکلاتی که پناهجویان افغان در ایران داره از او کاسته بشه؟ من به تمام قسم که اشاره کردم بحث اساسی مشکلات مهاجرین در این برمیگرده به اینکه مدارک هویتی در اینجا ندارن. زمانی که یک مهاجر مدرک هویتی داره خب بر اساس هم مدارکی داره حداقل اخراج اجباری در امان هست، از حق تحصیل برخوردار هست، از حق خدمات بانکی برخوردار است و بیمه و خیلی مسائل دیگر. ولی زمانی که همین مهاجر در واقع مدارک هویتی نداره با تمام مشکلات مواجه هستش. حتی یعنی این موضوع میشه گفت که 100% نیست که وقتی از خانه بیرون میره به سر وظیفه، به سر کار یا مثلا بالاخره کار که انجام میده آیا اخراج میشه یا نه دوباره پس به خانه برد. خب حالا چرا همین پناهجویان همین مهاجرانی که هستند به خاطر همین شناسنامه و هر مدرک دیگر معتبر قانونی درخواستی نمیدن و چنین مشکلات به خود قبول میکنن این خطرات؟ خب ببینین بحثی که همین مدارک هویتی رو بخوام بگیرن، اول که کسایی که در اینجا میان به شکل تحصیلی میتونن بیاین، خب حالا به شکل سرمایه‌گذاری میتونن بیاین، اینا یکم شرایطش سخت است چون برای همه نمیتونن به شکل تحصیلی بیان، همه نمیتونن به شکل سرمایه‌گذاری بیان. دولت جمهوری اسلامی ایران هم به مدت همون 2 ماه یک کاری رو شروع کرد، خب ثبت نام کردن کسایی که باید مدرک میگرفتن گرفتن. اما موضوعی که دیگه هستش که چرا این روند حالا اون طرح سرشماری یا دادن مدارک هویتی در ایران ادامه دار نیستش، یکیش برمی‌داره اینکه دولت ایران میگه ما بودجه یا بیشتر از این ظرفیت زیرساخت اقتصادی نداریم که اینا در واقع ما بیشتر از این تعداد مهاجری که اینجا هست اینا رو بپذیریم. اون به محض اینکه مثلا 2 ماه هم که اینا پذیرو بعدش بسته کرده شد، مهاجر هی هر روز دارن میاد، مثلا یک نفر میاد برگشتن گره بعد زنگ میزنه به بقیه اقارب و فامیلش از افغانستان که اینجا برگشتن میدن ما اینجا فامیلی باشه بقیه بیاد، یعنی هر چقدر این مدرک بدن باز هم میآید، یعنی تمام شدنی نیست این آمدن ها و این مشکل رو میاره. خب دولت ایران هم واقعتا اگر بگیم پاسخگوی نمیتونه کل کشور افغانستان باشه که مثلا 4 میلیون طالب پذیرفته هنوز هم بیاین و هنوز هم بپذیرن، یک ظرفیتی داره و این ظرفیت هم یک مقدارش برمیگرده به اینکه کمک های جامعه بشری باید بشه، یک تعدادش هم برمیگرده به اینکه خود دولت ایران باید همکاری کنه. اون قسمتی که باید جامعه بشری جامعه بین الملل باید همکاری کنن اون کمک ها نیست، یعنی شاید بهتون بگم 1/20 او کمک هایی را که باید سازمان های بین المللی در بقیه کشورها با کشور ایران انجام بده یعنی واقعا نبوده. همین بودجه که اگر شما مقایسه ای کنید، حالا دقیقاً به خاطر ندارم، ولی بودجه هایی که معمولا به خاطر مهاجرین در کشورهای مثل ترکیه میدن مثل ایران میدن، بودجه که به ایران میدن 1/20 بودجه کشور ترکیه نیست. یکی از دلایلش هم بحث‌های سیاسی هست، همون چیزی که شما اشاره کردین، بحث تحریم‌ها هستش، مشکلات اقتصادی است که خود ایران داره، خود کشور ایران برای مهاجرین که چه بمارد حتی برای خود شهروندانش هم در واقع چون شاخص بیکاری یک حد خیلی بالایی هسته، تورم به همون شکل، یعنی این مسائل کلا میشه گفتش که دیرساختی هستش و خود ایران ظرفیت نداره بیشتر از این بپذیره، وگرنه که همون بازار اگر ادامه بده، یعنی اگر 2 ماهی قرار مهاجرین برگای سرشماری رو بگیرن اگه ادامه داد بیشتر و بیشتر میرن مهاجرین. بنا سفاس تونگزای رئیس دفتر حمایت از مهاجرین در ایران، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه حضور یافتید.